موتور از لحاظ لوازم فول استیج 2 هورنت و با توجه به این که ما توی پست های قبلی هم گذاشتیم این رو که این کامپیوتر نیاز شدیدی به ECU standalone داشت، با توجه به این که ما این ECU رو عوض کردیم، تصمیم بر این شد که اینترنال موتور رو هم تا حدودی دست بزنیم برای اینکه بتونیم یه توان خیلی ایدئال تری بگیریم. حالا بریم با هم ببینیم که این توانی که به ما داده چه اسبی و چه گشتاوری با توجه به این تغییراتی که انجام دادیم به ما داده. در مورد گراف این پوترو سه تا اتفاق افتاده و اون سه تا اتفاق هم اینه: اول با ECU S100 ما تنظیمش کردیم که 151 اسب بخار و 168 نیوتن گشتاور داشت. بهشون هم گفتیم که حتما باید ECU استنلون بسته بشه. بعد خودشون اومدن ECU زیمنس بستن، با کمال ناباوری شدیم 145 و 155 نیوتن متر گشتاور که افت توان داشتیم ماشین. بعد که ECU S100 و زیمنس حذف شد، ECU standalone از برند HN و 44 نصب شد براشون که رسیدیم به توان 162 اسب بخار و 182 نیوتن متر گشتاور. عملیاتی که انجام شد بنا به دلیلی که کامپیوتر ماشین عوض شده. یعنی چی؟ یعنی اومدیم نسخه سیلور 44 HN رو روش نصب کردیم با سیمکشی و کویل های معروف خودمون و تصمیم گرفتیم که توان بالاتری بگیریم. بابت اینکه ECU روش نصب شده میتونستیم مانوف بدیم توی جرقه و سوخت، اومدیم سرسیلن رو در آوردیم و تایم میل سوپ رو عوض کردیم، پورت اصلاح شد، هدرز 4x1 استیل انجین آر تبدیل شد به 4x2 فولادی به خاطر حالا دوری که موتور میخورد و توانی که به ما داد بسیار رضایت بخش بود. حتما پیج های ما رو دنبال کنید، پروژه های جذابی رو در مجموعه ما خواهید دید با اتفاقات خیلی جالب و آموزنده. لایک و سابسکرایب یادتون نره. ممنونیم که همیشه همراه ما هستید.